میزان مراجعین کلی با بیمارستان متاسفانه در دو روز گذشته با 30% رشد روبرو بوده و اینا همه حاکی از استمرار و حتی افزایش مراجعین بیمارستانی در شهر تهران هست. خب طبیعی است که این خیلی موجب نگرانی میشه، همونطور که فهمیدین ترددها و این شلوغی ها. خیابان های شلوغ پایتخت در اولین روز کاری سال جدید در ایران، مردم کلافه از خانه نشینی، مسئولان هنوز به راه حلی یک دست نرسیدند. از میهمان برنامه میپرسیم ایرانی ها تا چه حد به روش های دولتی مبارزه با کرونا اطمینان دارند. در ادامه این بخش 60 دقیقه ادامه تلاش های جهانی برای درمان کووید 19، چقدر تا کشف واکسن ضد کرونا فاصله داریم؟ این سوال رو یکی از کسانی میپرسیم که بر تلاش ها برای یافتن واکسن در آمریکا نظارت دارد. ماسک موضوع تازه تنش‌های دیپلماتیک در جهان، کانادا و آلمان به سیاست‌های آمریکا در مورد تجارت ماسک اعتراض کردند. و دعوای علم و دین بر سر ویروسی مرگبار، مذهب حریف کرونا نشد، اما آیا کرونا رویکردهای مذهبی را عوض می‌کند؟ همینطور در گذشت همایون خسروی، چلو نواز گوزنها، گاو و سلطان و شبان خاموش شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. مرگ و میر کرونا در ایران و بخش‌های بزرگی از جهان اوج گرفته، به اندازه‌ای که بسیاری از کشورها از جمله بریتانیا یک روز سیاه دیگر را پشت سر گذاشتند. فعلا تنها گزینه جهان برای مقابله با کرونا رعایت فاصله اجتماعی است، به این امید که از سرعت موج رو به گسترش بیماری کم کند تا امکان مراقبت از بیماران بیشتر شود. گزارش ها حاکی است که امروز در ایران فاصله اجتماعی چندان رعایت نشده. مقام های حکومتی از نوعی فاصله اجتماعی هوشمند حرف میزنند، به این امید که بتوانند چرخ های راکد اقتصاد را به حرکت درآورند. بسیاری از مردم هم احتمالاً کلافه و زیان دیده سر از کوچه و خیابان درآوردند. منظور از فاصله اجتماعی یا قرنطینه هوشمند در ایران چیست؟ از واکسن کرونا در جهان چه خبر؟ بیشتر در این زمینه حرف میزنیم. اول گزارشی از مهدی بیگی. نیمه فروردین شده و به نظر عده‌ای از مردم از بیکاری به تنگ آمدند. گزارش‌های تلویزیون ایران میگوید امروز خیابان‌های تهران و برخی از شهرهای بزرگ شلوغ‌تر از روزهای قبل بوده. اما چرا؟ والا یه سریشون کار دارن، یه سریشون دوست دارن. والا ما هم همینجوری اومدیم. ما مجهز اومدیم دیگه. ما هم اجاره بدیم و بعد بیایم، ولی نمیتونیم. واقعا میگم تو این شرایط باید ببندیم. سایش غیر متعارف شلوغی تهران مسئولان بهداشت را هم نگران کرده. که متاسفانه آمار تهران یک آمار متفاوتی است. ما امروز 448 بیمار عادی در بخش‌های عادیمون به عنوان کرونا مثبت بستری کردیم و متاسفانه 99 بیمار در بخش‌های ویژه ما به عنوان مورد جدید بستری شدند. میزان مراجعین کلی ما به بیمارستان متاسفانه در دو روز گذشته با 30% رشد روبرو بوده. با پایان تعطیلات نوروزی، بعضی از ادارات و کسب و کارهایی که دولت دستور تعطیلیشان را نداده، فعالیتشان را از سر گرفتند. ستاد ملی کرونا هم گفته تمامی واحدهای تولیدی از امروز می توانند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی کارشان را آغاز کنند. اینها به علاوه جیب خالی عده زیادی از مردم، به نظر به شلوغ شدن خیابان‌ها کمک کرده. گرسنگی کمتر از کرونا نیست، بیپولی کمتر از کرونا نیست. ای کاش مسئولین رو درک می‌کردن و وقتی می‌گفتن که تو خونه بمونین و سر کار نرین، می‌گفتن که با چه پشتوانه‌ای، با چه پولی، با چه نون و آبی. این هم آمار کرونای امروز دولت ایران. تعداد کل مبتلایان به 55743 نفر رسیده. تا امروز 3452 نفر فوت کردند و 19736 نفر هم بهبود پیدا کردند. آماری که بسیاری در مورد صحت آن تردید دارند. تعداد قربانیان کرونا در ایران هر روز در حال افزایش است و انتقادها از عملکرد مسئولان بالا گرفته.
مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران در گفتگو با روزنامه مستقل گفته در آغاز اپیدمی عدم شفافیت یا پنهانکاری در اعلام موارد تشخیص داده شده باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی بیشتر مردم شد. آقای معین گفته بستری شدن‌ها ادامه دارد و به نظر می‌رسد هنوز در نقطه اوج بیماری قرار داریم. اقدامات جزئی و مقطعی در حال انجام است. سازمان مدیریت پسماند معابر و خیابان‌های مناطق 12، 15 و 16 تهران را ضد عفونی می‌کند. جنگ ادامه دارد. آنچنان که هزاران سال است از آغاز هبوط بشر در کره زمین تا کنون ادامه داشته است. بسیج و سپاه هم مشغول گندزدایی خیابان‌ها هستند. البته با تبلیغاتی وسیع و پر سر و صدا. اما با وجود این به نظر کرونا همچنان پیشتاز است. وزارت ارتباطات گفته برای تشویق مردم به خانه ماندن به زودی بسته های رایگان اینترنت ارائه می کند. اما این هم به نظر نمی رسد بتواند خانه گریز ها را به خانه نشینی تشویق کند. مشهد، کوهای خلج، روزه فروردین. از جمله این جوان‌ها که دیشب در مشهد غیر کمرشان را در کوه و کمر ریختند. مهدی ویگی، بی بی سی. مدنی جامعه شناس از تهران با ماست. آقای مدنی، شما خودتون ناظر بر قضایا هم هستید، نزدیکید در اونجا. از نظر شما چرا بر اساس گزارش ها اونطور که دیده میشه مردم رعایت نکردند و به کوچه و خیابون زدند؟ ببینید، مسئله اساسی اینه که برای متقاعدسازی افکار عمومی و رفتار جمعی یکی از مشخصات و ویژگی‌هایی که باید باشه و نیازه اعتماده. اعتماده که رابطه بین دولت و ملت‌ها رو تنظیم می‌کنه. اعتماد یعنی قابل پیش‌بینی بودن. متأسفانه جدا از اینکه به صورت در واقع مزمنی اعتماد در طی سال‌های گذشته هم اعتماد سرمایه اجتماعی در ایران کاهش پیدا کرده و این رابطه بین دولت و ملت بسیار مخدوش شده، اما علاوه بر اون رفتار مدیریت کرونا و یا بشه به طور کلی گفت مدیریت نظام در برخورد با به اصطلاح این پدیده هم به نحوی بوده که غیر قابل پیش بینی شده و به همین دلیل هم برای مردم غیر قابل اعتماد. ببینید که بله، چه مصلحتی باعث شده از نظر شما، به چه دلیل کار به اینجا رسیده؟ به دلیل شاید به طور کلی بشه گفت فقدان استراتژی، سیاست، برنامه و چنگانه بودن مدیریت کشور. یعنی از جهات مختلف، مثلا فرض کنیم موقعی که میشه که ظرف چند ساعت تصمیم گرفت راجع به تخصیص بودجه مثلا برای سپاه قدس و در این حال روزها میشه تأمل کرد و سکوت کرد در مورد تخصیص بودجه برای مبارزه با کرونا، این پیام مشخصی داره برای اون مردم که بالاخره معلوم نیست که مسئله جدی هست یا نیست. یا مثلا موقعی که رفت آمد تا قبل از عید همه میدونند و میدونستند که این جا به جایی به اصطلاح قبل از تعطیلات عید بسیار گسترده خواهد بود. خب قبل از عید هیچ ممانعتی ایجاد نشد، در پایان تعطیلات سیاست کنترل جابجایی صورت گرفت. اینا پیامای متعارضیه که صورت میگیره. حتی توی سخنان رئیس جمهور هم شما ببینید که جایی گفته میشه که مسئله تمام شده است، ما اصلا در از پیک هم عبور کردیم، در برخی استانها 16 استان کنترل شده. از یه طرف دیگه هم روز بعدش میاد میگه که ما تا ماها با کرونا مشکل داریم. این نشون دهنده بلا تکلیفیه که در درون مدیریت به اصطلاح کرونا و بحران در ایران وجود داره که باستابش بی‌اعتمادی نسبت به دولت و نظامی که نمیشه پیشبینی کرد رفتارش. آقای مدنی، چرا چنین بلا تکلیفی هست در حالی که مثلا آیت الله خامنه ای شخص آقای روحانی رو مسئول و مأمور کرد که به این موضوع رسیدگی بکنه و از نهادهای متعدد هم خواسته بود که با آقای روحانی همکاری کنند؟
از جنبه‌های مختلفی میشه به این سوال شما جواب داد. اول اینکه چنگانگی در درون خود دولت هم وجود داره. همین اتفاقی که امروز افتاد، وزیر بهداشت در واقع توصیه‌ای داره برای توقف فعالیت اقتصادی، از اون ور وزارت صنعت یا وزاره دیگه اصرار دارن بر شروع فعالیت اقتصادی. پس درون دولت این انسجام وجود نداره و نشون میده که رئیس جمهور نتونسته حداقل در درون دولت این انسجام رو ایجاد کنه. اما از سوی دیگه به نظر من ترکیب متخصصانی که دارن توصیه هایی رو به دولت میدن و به اصطلاح رئیس جمهور میدن ترکیب مناسبی نیست. رئیس جمهور چندین بار گفته که متخصصین فعالیت های ما رو تایید کردن، در حالی که در واقع یک مرور خیلی ساده نشون میده که اساساً این آشفتگی در طول ماهای گذشته و تأخیرهایی که در فعالیت ها وجود داشته چه آثار زیانباری داشته و معلوم نیست این متخصصین که هستند. در همون حال میبینیم که رئیس نظام پزشکی آقای دکتر معین، آقای دکتر ظفرقندی به عنوان مرجع تخصصی پزشکی و سلامت کشور دارن میگن که دولت باید سیاستاشو اصلاح کنه، دولت باید رفتارش رو تغییر بده. همه اینا نشون میده که در واقع تیم تخصصی که ظاهرا داره مشاوره میده به دولت برای کنترل وضعیت از توانایی ها و تبحر کافی برخوردار نیست. آقای مدنی، بارها از آتش به اختیارها یاد شده، گلایه هم شده، دیروز هم مقام های بهداشتی اشاره به این موضوع داشتن. اینا خصوصا در مورد مسئله اخیر، در مورد آنچه که با کرونا کشور دست به گریبان هست، کیا هستند؟ خیلی در واقع از یک سو همونطور که گفتم این چندگانگی در درون ساختار سیاسی به انهای مختلفی خودش رو بروز میده، از جمله همین پدیده آتش به اختیار بودن که در واقع نیروهای مختلف سیاسی هستن در درون قدرت که هر کدوم سعی میکنن که متناسب با منافع خودشون در واقع وضعیت موجود رو کنترل بکنند و به نوعی به اصطلاح منافع خودشون رو تامین کنند در این فرایندی که پیش اومده، یا به نوعی پیشبینی‌هایی بکنند و تدارکی ببینند برای کسب قدرت بیشتر در آینده. ممنونم از سعید مدنی، جامعه شناس از تهران با ما. تلاش‌ها برای یافتن واکسن در مؤسسات تحقیقاتی در سراسر جهان ادامه دارد. بسیاری امیدوارند با کشف واکسن راه حلی برای بحرانی که جهان را در بر گرفته پیدا شود. دکتر کیوان مجرد، مدیر بخش بیماری‌های عفونی تازه در مؤسسه تحقیقاتی نظامی والتر رید که بزرگترین مجموعه پزشکی زیر نظر وزارت دفاع آمریکاست، از واشنگتن با ما هستند. آیه دکتر، اول شما بگید که از واکسن چه خبر؟ عوض مخواستم بگم سلام، خیلی ممنون از دعوتتون، خوشحالم که با شما هستم. دلم خواست که این مصاحبه را با فارسی انجام بدم، ولی فکر میکنم که انگلیسی بهتر میتونم با سوالات شما جواب بدم. خواهش میکنم، بفرمایید. So the vaccines that are being developed are... واکسن هایی که تا الان تولید شدند با رویکردهای متفاوتی بودند. بعضی ها رویکردها متعلق به گذشته هستند، بعضی رویکردها جدید هستند. گروه های مختلفی هستند که دارن در هماهنگی با هم و با شتاب فراوان کار میکنن تا یک واکسن رو بتونن تولید کنن. اگه این پروژه بخواد به نتیجه برسه چقدر طول میکشه؟ It all depends on how you define. همه اینها بستگی به این داره که تعریف شما از تولید یک واکسن و در دسترس بودن یک واکسن چی هست. یک واکسن اگه قرار باشه مجوز بگیره و در دسترس عموم قرار بگیره، کلن بازه زمانیش بین 1 تا 1.5 سال هست و این هم تازه خیلی بازه پرشتابی است. اما ما در گذشته هم دیدیم، در نمونه هایی که در گذشته شاهدش بودیم، ما میتونیم یک واکسنی رو حتی زودتر از اینها دست مردم برسونیم بدون اینکه یک مجوز کامل برای اون واکسن رو بگیریم. مثلا
مجوز واکسن ابولا که سال گذشته بالاخره عملی شد، 5 سال طول کشید تا مجوز گرفته شد، ولی در اون زمان نزدیک به 500,000 نفر اون واکسن رو دریافت کردند. در اینجا اون شرکتی که باید به نام FDA این مجوزها رو بده بعد از 5 سال مجوز رو داد. برای همین الان هم من فکر میکنم بین 1 تا 1.5 سال در سریع ترین زمان ممکن این امکان وجود داره که یک واکسن مجوز بگیره. جاهای مختلف دنیا سر این موضوع تحقیق میشه، در استرالیا، در کانادا، در بعضی از کشورهای اروپایی و همینطور در آمریکا. میتونید بگید که کی جلوتره؟ آیا حدسی میشه زد که ممکنه این واکسن اول در کجا تولید بشه اگر به نتیجه برسه کارها؟ این خیلی سخته که بخوایم از الان پیش بینی بکنیم. من میتونم به شما بگم واکسن های متعددی هستش که همین الان مورد آزمایش دارن قرار میگیرن بر روی آدم ها. مثلا ما خودمون الان داریم واکسن ها رو روی حیوانات آزمایش میکنیم، اما گروه های دیگری هستن که دارن این واکسن رو روی بعضی آدم ها آزمایش میکنند. در آمریکا، در چین هم 2 مورد دیگه داشتیم، در بریتانیا مثلا اونها دارن شروع میکنن مرحله آزمایش کردن یک واکسن رو بر روی انسان ها. اگه بخوایم پیش بینی بکنیم کی سریعتر با اون نقطه پایان برسه، از الان گفتنش خیلی سخته، برای اینکه میدونین چقدر گام های زیادی وجود داره برای رسیدن به اونجا. اما گروه های بیشتری بیشتری رو ما الان داریم میبینیم که دارن تلاش میکنن و من فکر کنم طی ماه های آینده تعداد بیشتری از اون گروه ها این آزمایش واکسن رو برای انسان ها انجام بدن. شمار کسانی که مبتلا شدن از 1,000,000 نفر گذشته، ممکنه خیلی بیشتر از اینها مبتلا بشن. اگر واکسنی تولید بشه چقدر طول میکشه که در دسترس همه در همه جای جهان باشه؟ فقط مسئله میدونیم که آمریکا یا اروپا یا بعضی از کشورهای آسیایی نیست، مشکلی جهانیه. کاملا حرف شما درست هست. میدونین به رغم اینکه تعداد بسیار زیادی از انسان ها الان در معرض این ویروس قرار بگرفتن و تعداد بسیاری یا مریض شدن یا جونشون رو از دست دادن، اما جمعیت بسیار بزرگی هست. حتی تا سال آینده جمعیت بسیار بزرگی از اون جمعیت کل جهان وجود خواهند داشت که در معرض ویروس قرار نگرفتن و اونها هدف اصلی برای دادن این واکسن ها هستن. ما داریم هم در آمریکا و هم در یک مقیاس جهانی به قضیه فکر میکنیم که چجوری میتونیم طوری در مقیاس انبوه این واکسن رو تولید بکنیم که بشه این واکسن رو به تمام مردم دنیا رسوند. ما نگاه میکنیم به موارد مشابه قبل و سعی میکنیم از اونها درس عبرت بگیریم. اما مثلا یه گروهی مثل ائتلاف رسیدن به نوآوری های جدید یا گروه های دیگه که با سازمان بهداشت جهانی همکاری میکنن، از الان سرمایه گذاریش خودشون شروع کردن روی تولید انبوه واکسن، نه فقط تولید 100 واکسن، هزاران واکسن یا صدها هزار واکسن، بلکه میلیون ها و 10 میلیون و صدها میلیون واکسن تا هر کسی در دنیا نیاز داشته باشه بتونه اون رو بگیره. اگر یک واکسن پیدا بشه، بعد آزمایش بشه، نتیجه بده، تا چه اندازه بازی رو عوض میکنه؟ آیا به این معناست که دیگه بشر به شکست دادن کرونا امیدوار شده، قطعی شده شکست کرونا در برابر جهان؟ من فکر میکنم که واقعا یک جنگ سخت و طولانی باشه. من فکر نمیکنم ما بتونیم بگیم یک نقطه پایان رسیدیم در پیروزی بر کرونا. برای که شما نگاه اگه بکنیم به ویروس های دیگه، به غیر از ویروس سارس در سال 2003، بیشتر ویروس هایی که آدم ها رو مبتلا می کنن ویروس هایی هستن که طی سالیان دوام پیدا می کنن و کاملا از بین نمی رن و همه اینها بستگی به این داره که شما چقدر بدنتون ایمن خواهد بود بعد از اینکه یک واکسن بگیرین یا بعد از اینکه مبتلا بشین و حالتون خوب بشه. این سوالی است که ما الان داریم سعی میکنیم جواب بدیم. اگه این رو بتونیم جواب بدیم،
اون موقع بهتر میدونیم وقتی این واکسن رو تولید میکنیم در طول چه مدت این واکسن از شما حفاظت خواهد کرد. آیا این کاملا این واکسن از پا در میاره یا فقط برای چند سال شما رو ایمن نگه خواهد داشت؟ اینو هنوز نمیدونیم. ممنونم از دکتر کیوان مجرد، مدیر بخش بیماری های عفونی نو در مؤسسه تحقیقاتی نظامی والتر رید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با فعال کردن قانون کنترل و تولید شرکت‌های آمریکایی را وادار کرده محصولات پزشکی برای مقابله با شیوع کرونا از جمله ماسک را به کشورهای دیگر از جمله اروپا و کانادا نفروشند. نخست وزیر کانادا از این تصمیم ابراز نارضایتی کرده. تعداد مبتلایان به کرونا در آمریکا به مرز 290 هزار نفر رسیده. بیش از 7 هزار نفر هم جانشان را از دست دادند. 113 هزار نفر از این مبتلایان در ایالت نیویورک هستند. بهمن کلباسی همکارم از برابر یک بیمارستان موقت در شهر نیویورک با ماست. اول از وضعیت نیویورک بگو بهمن. همچنان بغرنج و رشد به صورت تصاعدی و این بیمارستانی که پشت سر من هست جمال نماد این نیاز هست به تخت‌های بیمارستانی. درست این طرف خیابون پشت دوربین ما یک بیمارستانی است که سالها در نیویورک بوده، ولی به خاطر اینکه در داخل ساختمان دیگه به اندازه کافی تخت نیست که هست که این بیمارستان موقت یا بیمارستان صحرایی رو در پارک بنا کردن. و در همین چند دقیقه که ما اینجا استادیم تعدادی آمبولانس با اینکه درست اون بر خیابونه از داخل ساختمان بیمارا رو آوردن در این چادرها در این بیمارستان موقت بستری کردن، که نشون میده که تعدادی که دارن مراجعه میکنن به بیمارستان همچنان زیاده. در طول شهر هم با اینکه تقریبا رفت آمد متوقف شده یا بسیار کم هست برای کسایی که کارهای ضروری انجام میدن، ولی مکرر صدای آمبولانس رو آدم میشنوه و مشخصه که افراد از نقاط مختلف شهر دارن به بیمارستان ها منتقل میشن برای اینکه تعداد بیماران همچنان رو به افزایشه. و فرماندار هم امروز که داشت صحبت میکرد میگفت دو هفته، یک هفته معلوم نیست، ولی امیدوارن در دو هفته آینده به اوج برسن، به پیک برسن به قول معروف، تا اینکه بعد شروع بکنن کاهش پیدا بکنه. این امیدشون هست. اینکه چقدر به واقعیت تبدیل بشه رو باید صبر کرد و دید. و نیازهای شهر هم بازم از زبان فرماندار به قدری بالاست که چین 1000 تا دستگاه تنفسی داده به ایالت نیویورک که همین امروز رسیده، و همچنین دعوایی که همچنان ادامه داره با دولت فدرال، با دولت آقای ترامپ در مورد اینکه اونها از منابعشون چرا به اندازه کافی به نیویورک کمک نمی‌کنن، و آقای ترامپ در مقابل میگه که این منابعی که ما در اختیار داریم باید به همه ایالت‌ها برسه و اینجور نیست که مثلا این 10000 دستگاه تنفسی که در انبار داریم و همه رو بتونیم بریم به نیویورک. در نتیجه اون کشمکش‌ها هم ادامه داره در میان این نیازی که هست هم برای تخت بیمارستانی، هم برای دستگاه تنفسی، هم برای ماسک. تنش ها برای دسترسی به ماسک و دستگاه تنفسی داره بالا میگیره، به خصوص با این اخباری که داریم در مورد اینکه مثلا یک مقام آلمانی صحبت از این کرده که اونها 200000 ماسک داشتن می‌خریدن از تایلند، ولی دولت آمریکا بعد از اینکه آقای ترامپ اون قانون رو فعال کرده اجازه نداده منتقل بشه و همون 200000 ماسک منتقل آمده آمریکا، و حتی از عبارت دزدی مدرن دریایی ازش استفاده کرده اون مقام آلمانی علیه آمریکا. یا نارضایتی رو در زبان مقام‌های فرانسوی هم چند روز قبل از اون شنیده بودیم که گفته بودن یک آمریکایی اومده 3 برابر قیمت اون چیزی که ما خریده بودیم رو از چین منتقل کرده و نه اجازه نداده به پاریس برسه، ماسک بوده اونها هم. همچنین از نخست وزیر کانادا دیروز شنیدیم که ابراز نارضایتی کرد، گفت ما این همه پرستارامون، پزشکامون از مرز کانادا و آمریکا عبور میکنن که برسن کمک بکنن به آمریکایی‌ها و در بیمارستانشون دست یاری بدن، و انتظار نداریم که آمریکا با گذراندن و فعال کردن این قانون جلوی این که محصولات آمریکایی، محصولات شرکت‌های آمریکایی برسه به کانادا. البته این قانون شرکت‌های آمریکایی رو وادار می‌کنه که محصولاتشون فقط در آمریکا بفروشن، ولی مثلا در مورد تایلند باز هم کارخونه با اینکه خارج از آمریکاست متعلق به شرکت آمریکایی است، و از اون طریق بوده که دولت آمریکا موفق شده اجازه نده اون ماسکا با آلمان بره. به همین جهت این انتقادها هم بالا گرفته که این روشی که آمریکا به کار می‌گیره به تبع حداقل در روابطش با متحدین اروپایی و کاناداییش تأثیر منفی ممکنه بذاره. ممنونم از بهمن کلباسی در نیویورک.
مذهب نتوانست به حل بحران کرونا در جهان کمک کند، چه بسا باعث تشدید آن هم شد. واکنش های بعضی از اقشار مذهبی از انکار و تمرد شروع شد و به تسلیم و تطبیق با واقعیت منتهی شد. روحانیون زیادی در میان ادیان مختلف در این راه توسط مقام های دولتی بازداشت شدند، زیرا حاضر نبودند از اجتماعات مذهبی که جانمایه برقراری خداباوری است دست بکشند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. تاریخ گواهی می‌دهد مذهب نتوانست کرونا را متوقف کند، بلکه برعکس به این ویروس سواری داد تا همه جا برود و تکثیر شود. این سواری دادن‌ها از کره جنوبی شروع شد، آنجا که یک فرقه مسیحی هشدارهای بهداشتی را نادیده گرفت و کرونا را در جامعه پخش کرد. متاع دین با این قبیل اجتماعات خریدار دارد، ولی رهبران مذهبی زود دریافتند که زمانه عوض شده و اگر میدان خالی از جمعیت است، دعا از راه دور و نیایش های دیجیتالی هم مستحبند. این پیام اول دریافت نشد، حتی از پایتخت یک ام القرا. تهران غلط کرده. مقاومت ها آغاز شدند. بابا جواد درگیری شدید. از اینجا حرم امام رضا در مشهد تا کنیسه در بیت المقدس که تمرد این مؤمنان آنها را کتبسته روانه زندان کرد. تا این کلیسا در آمریکا که کشیشش حاضران را دعوت کرد برای دهنکجی به کرونا یکدیگر را در آغوش بگیرند. اینجا امن‌ترین جاست. اگه در کلیسا امن نباشید دیگه وای به شما. کشیش رادنی هاورد یکی از ده ها کشیش و خاخام و روحانی بود که این روزها دستگیر و روانه زندان شده. او گفت کلیسایش را می‌بندد، ولی نه به خاطر کرونا، بلکه در اعتراض به دیکتاتوری. راه های اعتراض به محدودیت های بهداشتی مثل راه های رسیدن به خدا زیادند. از لیسیدن ذریح به نشانه اعتراض، نوشیدن جام زهر بود، تا نوشیدن جام زهر به نشانه تسلیم، چند روز بیشتر طول نکشید. ایمانداران بالاخره پذیرفتند دعاهای آنها با فاصله گذاری اجتماعی هم شاید مستجاب شود، و خداوندی که از بالا نظاره‌گر است از بندگانش می‌خواهد فعلا از خانه‌اش دوری کنند. هرچند هنوز خیلی‌ها به نیت معجزاتش در ایران روغن بنفشه می‌فروشند، در مکزیک شمعی می‌فروشند که می‌گویند دودش کرونا را می‌کشد، و در آمریکا سشوارهای تجویز می‌کنند که باور کردند باد داغش به داخل بینی ویروس را از بین می‌برد. راضی شدند به دور از زمینیان برای آنها طلب رستگاری کنند، و دریافتند برای عید پاک و ماه رمضان و شاوود که پیش روست با حفظ فاصله هم پشت درهای بهشت نمی‌مانند. سیاوش اردلان، بی بی سی. دو مهمان داریم. عرفان کسرایی، پژوهشگر فلسفه و علم و فناوری از فرانکفورت آلمان با ماست، و همینطور یاسر میردامادی، پژوهشگر دین و فلسفه از منچستر. سال اول رو از آقای کسرایی میپرسم. از نظر شما آقای کسرایی، آیا ویروس کرونا آفتی برای ایمان و اعتقاد دینی ایجاد کرده؟ درود بر شما و مهمان برنامه‌تون. ببینید، آفت کمی کلمه‌ای است که محل بحثه، باید بیشتر درباره‌اش صحبت کرد. اما اینکه باور دینی، جامعه دینداران با یک پرسش مواجه میشه، با این ترکی اصطلاحاً در پارادایم دینی مواجه میشه، این رو میشه پذیرفت. اما اگر که مقصودمون، انتظارمون این باشه که در کوتاه مدت، در زمانی بسیار سریع، یک تحول بزرگ در باورهای دینی به وجود خواهد آمد، خب چنین انتظاری به باور من معقول نیست. پارادایم ها اساساً بخشهای دچار ناهنجاری، ناسازگاری میشن. فرد باورمند به دین متوجه میشه که دعای اون یا باور دینیش در برابر چنین مشکلات بشری ناکارآمد، ممکنه در بخشی از جامعه دینی ایجاد تشکیک کنه، تردید کنه و ترک بخوره بخشی از پارادایم دینداری. اما اینکه انتظار داشته باشیم این تحول یک شبه وجود بیاد، به باور من چنین چیزی معقول نیست. آقای میردامادی، ترک در گفتمان دینداری، چقدر موافقید؟ عرض کنم که سلام به شما آقا جمال و جناب عرفان عزیز و مخاطبان عزیز. ببینید، معتقدم که ویروس کرونا
هم چالشی است برای دینداری و هم فرصتی است برای دینداری. و البته برای فهم بهتر چالش‌ها و فرصت‌هایی که ویروس جدید کرونا به دنبال میاره، باید دینداری رو با رقباش بسنجیم، یعنی باید دیدگاه تطبیقی یا مقایسه‌ای داشته باشیم. و رقیب دینداری دیدگاهی است که بهش میگن دیدگاه سیانتیستی، یا میشه ترجمهش کرد دیدگاه علم زده، نه دیدگاه علمی، دیدگاه علم زده. معتقدم ویروس کرونا برای دیدگاه علم زده هم فرصت فراهم میاره و هم چالش، که در ادامه میتونم توضیح بیشتر بدم. بسیار خوب. آقای کسرایی، بسیاری از دینداران به شفابخشی دین اعتقاد داشتن. در خیلی از اماکن مذهبی جایی بوده که مثلا بیماران رو اونجا میبستند. بعد از اتفاقهایی که این روزها افتاده، چقدر اینها رو میشه توجیه کرد؟ ببینید، باور به شفابخشی، شفاهای معنوی، خب چیزی نیست که فقط در ادیان ابراهیمی موجود باشه. از ده ها هزار سال پیش مراسم آیینی چنین وجود داشته. در دنیای امروز خب با پیشرفت‌های علم، وقتی که به خصوص از قرن 17 به این سو میکروارگانیسم‌ها شناخته شدن به تدریج، مشخص شد که عامل ایجاد بیماری چیه. بنابراین باور به این که عامل ایجاد بیماری، اونطور که در هزارهای پیشین و در به خصوص 2000 سال پیش به این سو خشم خدایان یا ارواح شریر و شیاطین ممکن بود دلیل بیماری ذکر بشه و مردم نمی‌دونستن با چی مواجهند، این بار برخلاف تا اون قرن 14 که خب یک جریانی رو به گواه بسیاری از مورخین یک جریان بزرگ فکری در برابر کلیسا دامن زد، میشه انتظار داشت که بخشی از جامعه نیندار متوجه بشه که باور خیالی به شفابخشی کار نمیکنه و نهایتاً این ماسک، الکل، آب و صابون و کیتای تشخیصی و آنچه که علم در اختیارمون میگذاره و امیدواری به کشف واکسن، علم پاسخی سریع نداره برای کرونا، ولی خب یک دورنمایی داره که 12 تا 18 ماه آینده واکسنی برای کرونا و در ماه‌های آینده شاید داروی قطعی برای اون پیدا بشه. هیچ چیز مشخص نیست، اما به باور من در علم دورنمایی لااقل وجود داره و یک زمانی تخمینی لااقل وجود داره که دانشمندان اعلامش میکنن. آقای کسرایی اشاره کردن به طاعون قرن 14 و این جدالی که بین علم و دین، علم معنای ساینسش البته، در گرفته. آقای میردامادی، شما گفتید که اگر اینها رو در کنار هم بگذاریم و دیدگاه مقایسه‌ای داشته باشیم، خیلی هم وضع گفتمان دینی بد نیست. بله، ببینید، یک توضیح خیلی کوتاهی بدم تفاوت میان دیدگاه علمی و دیدگاه علم زده. دیدگاه علمی دیدگاهی است که به دنبال شواهد علمیه و تا جایی که به صرف شواهد علمی برمیگرده در باب مسائل متافیزیکی نظر نمیده، چون به این نکته توجه داره که یافته های علمی به خودی خود نسبت به دیدگاه های متافیزیکی، حالا چه متافیزیک طبیعی باورانه و چه متافیزیک فرا طبیعی و باورانه، علل اصول ساکته. اما دیدگاه علم زده که به اون سیانتیزم گفته میشه، میکوشه از یافته های علمی یا شبه علمی نوعی متافیزیک طبیعی باورانه به پرورانه. متافیزیک به این معنا که اولا هستی رو در ماده و انرژی خلاصه میکنه و ثانیا علم رو علل اصول نجات بخش تمام مشکلات بشری، حتی مشکلات معرفتی و اخلاقی و معنوی بشر میدونه. و کسی که منتقد دیدگاه علم زده است که بنده هستم، منتقد دیدگاه علمی نیست. حالا چالشی که ویروس کرونا برای دیدگاه علم زده فراهم میکنه، یکی از چالشاش اینه که علم باوران، یعنی خوشبینان به علم، معتقد بودن که علم ما رو از وضعیت قرون وسطایی بیماری های عالمگیر مصری مثل طاعون نجات داده. اما به هر حال کرونا که طاعون عصر جدید به درستی نامیده شده، نشون داد که ادعاهای نوید بخش علم زده زیادی خوشبینانه بوده. پس این چالش اول برای دیدگاه علم زده. و چالش دوم این که در وضعیت‌های بحرانی مانند شیوع ویروس مصری عالمگیر، مسئله معنای زندگی خیلی برجسته میشه، چون آدم‌ها درگیر میشن یا با مرگ خودشون و نزدیک دیدن مرگ خودشون یا مرگ عزیزانشون. دیدگاه علم زده در واقع چیزی برای عرضه نداره، البته دیدگاه متافیزیکیه، ولی وقتی پای معنای زندگی
و مرگ اندیشی وسط میاد چیزی برای عرضه نداره. نهایتا میگه که شما میمیری و خاک میشی و بودنت بیهوده بود. ولی دیدگاه دینی میتونه در اینجا سخنانی برای گفتن داشته باشه، به زندگی آدمی معنا ببخشه و احیانا به مرگ آدمی هم معنا ببخشه. خب آقای شاید... مردمدی ببخشید، این دیدگاه کافیه برای اون مؤمنی که مثلا دعاهایی رو میخونده، مراجعه میکرده به متون مذهبی، حالا در مقابل دیوار ندبه یا مثلا در مقابل یک ذریح یا هر جای دیگه، آیا او واقعا به همین شکل فکر میکنه؟ آیا همین توجیه تشکیک او رو خونسا میکنه؟ تشکیک او نسبت به چی رو؟ نسبت به اینکه این دعا هیچ اهمیتی یا تأثیری خواهد داشت یا نه، یا این مذهبی که این همه سالها بر اساس اون عمل کرده و زندگی خودش رو تنظیم کرده واقعا ارزشش رو داره یا نه؟ ببینید، بذارید این پرسش شما رو با تأکید و تمرکز روی موضوع شفا پاسخ بدم، چون دعا یکی از بروزها و نمودها و خروجی‌ها شفاست دیگه. ببینید، اشاره کرد دوست عزیزم جناب عرفان کسرایی که با پیشرفت‌های علمی دیگه باور به شفا بخشی باور خیالیه. خب ببینیم آیا واقعا این طوره؟ ببینید، به عنوان مثال در کلیسای کاتولیک معیارهای بسیار سختگیرانه‌ای برای شفا اعلام کردن و معجزه شفا بخش اعلام کردن دارن. یک کمیته علمی دارن که متشکل از دانشمندان از جمله پزشکانه، و مثلا در جنوب غربی فرانسه جایی به نام لوردز که از 1858 تا الان هزاران مورد شفا بخشی در اون حرم مقدسی که یه فردی 1858 ادعا کرده که مریم مقدس رو دیده، هزاران نفر ادعا کردن شفا پیدا کردن. این کمیته علمی این ادعاهای شفا رو بررسی میکنه، از هزاران مورد علمی تا به کنون نزدیک 70 موردش رو تایید کرده. مثلا از 1978 تا الان 4 موردش رو تایید کرده. معیارهای بسیار سخت گیرانه‌ای داره، باید شفای کامل باشه، باید به یک باره باشه نتیجه و مانند اینا. با این اساس من ادعام این نیست که این روند و این کمیته علمی اثبات میکنه از نظر علمی که معجزه درسته، من اصلا اثباتگرا نیستم، اما نشون میده که باور به شفا لزوما باوری خرافی نیست و میتونه باوری معقول باشه. آقای کسرایی، شما لبخند زدید وقتی که آقای میردامادی داشتن توضیح میدادند. ببینید، اگر که اسم یک کارگروهی کمیته علمی باشه و تحقیق کنه، الزاماً اون عمل اونها رو علمی نمی‌کنه. روش علمی، ساینتیفیک متد، روش خاصی که دانشمندان میدونن چی رو لحاظ کنن بدون سوگیری. اما اینکه چنین گروهی شفا رو تایید کرده، من خیلی اجازه بدید که با شک بهش نگاه کنم، چون که میتونم بپرسم آیا بوده مثلا بیماری که یا فلج اطفال رو تونستن یا بیماری هایی به این شکلی که سیستم ایمنی و اثر پلاسپو توش کار نمیکنه تونستن درمان کنن یا نه، که من فکر نمی کنم چنین نتیجه‌ای وجود داشته باشه. علم چنین چیزی رو به هیچ عنوان تایید نمیکنه. اما به دو موردی که جناب میردامادی اشاره کردن، من اینجا نمیدونم چقدر وقت دارم بپردازم. یکی این که علم امروز میداند که چه چیزهایی رو نمیدونه، به نادانی و جهل خودش و چیزهایی که نمیدونه آگاهه. در کیهان شناسی، در پزشکی، در زمینهای مختلف بسیاری از چیزها هست که ناشناخته است، مجهوله، و علم میدونه که چه راه درازی برای فهم اسرار جهان داره. صحیح. بنابراین این دیدگاه که علم فکر میکرده که الان تمام اسرار رو کشف کرده و میدونه جهان چطور کار میکنه، اینطور نیست. وانگهی جواب داره، اما این جواب مشروط زمان مشخصی میخواد. الان در برابر ویروس کرونا بشر میشناسه، با استفاده از ابزار علمی میدونه که یک چیزی وجود داره 125 نانومتر قطرش و این عامل بیماریه، میدونه ژنومش چیه، میدونه باید چه کار کنه، اما دین هیچ راه حلی براش نداره. مسئله بعدی درباره معنای زندگی بود که جناب میردامادی فرمودند. ببینید، به این معنا نیست که غیر دین باوران، کسانی که به دین باور ندارند، اینها زندگی بی‌معنایی دارند. از قضا بسیاری از مطالعات هست که نشون میده افرادی که در جوامع بی‌دین زندگی میکنن زندگی شادی دارن، نسبت به طبیعت حس خوبی دارن، مسئله مرگ رو پذیرفتن. بنابراین این تصور که
اگر دین نباشه زندگی انسان بی‌معنا و پوچ میشه و دیگه همه چیز بی‌معنا میشه. این به باور من تصور درستی نیست. و اینکه اگر دیندار، فرد دیندار حس میکنه که زندگیش معنا داره، این خب این حس خودشه، به این معنی نیست که به سایرین هم چنین باوری داشته باشن و اون رو بپذیرن. از این رو من تصورم اینه که این مسئله رو نباید قدری اشتباه گرفت که غیر دینداران زندگی بی‌معنایی دارن. چنین چیزی به باور من صحیح نیست. آقای میردامادی، از هر دوی آقایون میخواستم اینم بپرسم، البته یک جایی بسیار کوتاه و گذرا بهش اشاره شد، ولی بیماری های همگیر فقط مربوط به کرونا یا مثلا ابولا و سارس نیست، در گذشته بارها رخ داده. اونها چه در حقیقت چه تجربه‌ای داریم از دین و بیماری های همگیر در گذشته آقای میردامادی؟ عشقم که اتفاقا اینم پرسش خوبی است، چون ممکنه این پرسش مطرح بشه که آیا در گذشته هم بحران ایمانی یا چالش، چالش رو خب محدودتر از بحران در نظر بگیرم، چالش اگر گسترده و ژرف بشه تبدیل به بحران میشه، آیا در گذشته هم بحران و چالش پدید آورده، مثلا طاعون قرن 14 یا وبا و مانند اونها؟ پاسخش اینه که بله، ولی در مقابل فرصت‌هایی هم پدید آورده. فرصت رو من اینجا به مفهوم توصیفی به کار میبرم، نه هنجاری. یعنی اینجوری نیست که هر چی که فرصت لزوماً مثبته یا هر چی که تهدیده منفیه. مثلا اگه بخوام یه نمونه تصویری بیارم، در فیلم بسیار مشهور مهر هفتم برگمان صحنه‌هایی وجود داره که طاعون همه‌گیر رو در قرون وسطا نشون میده و بعد یه جمعی از مذهبیون رو نشون میده که دارن رد میشن و به خودشون شلاق میزنن و صلیب‌های عظیمی رو دارن و معتقدن که این عذاب الهی است و ما همه باید توبه کنیم. و به لحاظ تاریخی هم مورخان تاریخ پزشکی و تاریخ بحران‌های پزشکی نشون دادن که در موقع بحران بله، یه عده ممکنه گرفتار تردید بشن، ولی یه عده دیگه حتی ممکنه رو به ایمان بیارن یا ایمان ورزیشون بیشتر بشه، چون احساس کنن که یه آزمایش الهی است، یا احساس کنن که شاید کاری بشر کرده که گرفتار این مشکل شده. بنابراین احساس هم تهدید است و هم فرصت. و اگر چه برای دیدگاه علم زده و چه دیدگاه دین باور اینطور تصویر کنیم که لزوماً فقط فرصت است یا لزوماً فقط تهدید است، به نظرم این تصویر یک سویه است. آقای کسرایی، بعضی دیگر هم اینو میگن که اتفاقاً اتفاق خوبی افتاده، خرافات از دین زدوده میشه و مردم بیشتر به معنای اصلی اون فکر میکنن. نظر شما چیه؟ ببینید، دیدگاه من، تأکید من روی ایجاد ترک در مجموعه و انگاره و اون پارادایم دینی است. یعنی این پرسش هم همونطور گفتم در اذهان همه ایجاد نمیشه، برخی براشون این پرسش ایجاد میشه، همونطور که اشاره به طاعون قرن 14 کردید، برای عده این پرسش ایجاد شد که اگر مذهب و کلیسا، اینها نمایندگان خدان و اینها میتونن در واقع واسطه فیض الهی باشند، اگر اینها میتونن از بروز چنین فجایعی جلوگیری کنن، چرا جلو بیماری برای خودشون رو نمیتونن بگیرن؟ و ناکارآمدیش به عینه برای بسیار مشخص شد و این پرسش علمن سوال برای عده ایجاد شد، از اون زمان ایجاد شد، اما به این معنی نیست که یک تحول عظیمی سریعا منجر به سکولاریزه شدن جامعه و کنار زدن دین میشه. نه، این من نمیخوام که اینقدر غیر منطقی به مسئله نگاه کنم، اما در شیوع کرونا جدید ما میتونیم ببینیم که دلیل وجود شبکه‌های اجتماعی، مردم سراسر دنیا میتونن آنن با همدیگه ارتباط برقرار کنن، افکارشون رو با همدیگه ارتباط بدن. این شاید تفاوتی داشته باشه، چون نرخ تبادل، سرعت تبادل اطلاعات تفاوت کرده، پیامدهای اون هم چندان روشن نیست. یعنی ما نمیتونیم قطعی بگیم که خب این در چه زمانی منجر به چه تحولی خواهد شد. هنوز نه تنها درباره ویروس کرونا و نحوه عملکرد اون دانشمندان چیزی نمیدونن، بلکه درباره پیامدهای اون هم جامعه، روانشناسان، جامعه شناسان و بسیار افراد هنوز چیزی نمیدونن. باید صبر کنیم ببینیم که چه تحولی فکری در آینده به وجود اومد. پیش بینی خاصی به باور من متشکرم. ممنونم از هر دو میهمان برنامه، عرفان کسرایی، پژوهشگر فلسفه علم و فناوری از فرانکفورت آلمان، و همینطور یاسر میردامادی، پژوهشگر دین و فلسفه از منچستر با ما.
با افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان، کمیته اضطراری پیشگیری از شیوع این ویروس در کابل اعلام کرده از فردا محدودیت‌های را برای رفت آمد و تجمع اعمال می‌کند. کسانی که این محدودیت‌ها را رعایت نکنند ممکن است جریمه نقدی شوند. وزارت صحت گفته شمار مبتلایان به حدود 300 نفر رسیده و دست کم 7 نفر جان باختند، از جمله 1 نفر در کابل. مقام ها هشدار دادن که اگر پایتخت نشینان به محدودیت های رفت آمد توجه نکنند، وضعیت شیوع کرونا بدتر خواهد شد. نسرین نوا خبرنگار ما میگوید تردد و تجمع هنوز در تفریحگاه های کابل ادامه دارد. خانه جای ماست، کرونا راهش را به شعر و موسیقی هم باز کرد. آهنگی که این روزها شنونده های زیادی دارد. فرهاد دریا، هنرمند سرشناس افغان، این گونه از مردم می‌خواهد در خانه بمانند. در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه. شعر این آهنگ پر از توصیه‌هایی است که به درد این دوران کرونا می‌خورد. بر سفره فقیر نان و عسل شویم. از کمک به نیازمندان تا استفاده درست از وقت در خانه. بین کتاب‌ها غرق غزل شویم. به نظر می رسد همه به این توصیه ها گوش نمی دهند. اینجا بند غرقه است، یکی از تفریحگاه های کابل که معمولاً شلوغ است، حتی این روزها که محدودیت گشت و گذار وضع شده. این محدودیت مدتی است در شهرهای کابل، هرات، زرنج، فراه و خوست پیاده شده. حالا با افزایش شمار مبتلایان در کابل، مسئولین دولتی اعلام کردند این محدودیت‌ها احتمالاً بیشتر خواهد شد. وزارت صحت همچنان بر همکاری مردم برای حفظ بهداشت تاکید دارد. در افغانستان در همه جا ویروس است. هر فردی که شما امروش می‌بینید، گورا فکر بکنید که مشکوک است و احتیاط لازم داشته باشید، دستار و صورت متکرر باشید، مسافه را رعایت بکنید و از تجربات غیر ضروری جلوی بگیریم. حالا از اون مرحله گذشتیم که کی از کدام کشور آمده و مثبت علم ویروس در خود اجتماع در گرش است. تنها بی‌پروایی عده‌ای از شهروندان نیست. کمبود تجهیزات نیز به این نگرانی دامن می‌زند. هرات با داشتن بلندترین آمار ابتلا تا امروز فقط مجهز به 100 بستر برای افراد مبتلا به کرونا بود. به تازگی با کمک یکی از نماینده‌های پیشین این شهر، یک مرکز 300 بستر نیز برای قرنطینه افراد مشکوک به کرونا افتتاح شد. با بلند رفتن میزان واقعات کرونا که ما متصور هستیم، این تعمیر و این شفاخانه جدید 300 بستر ما کمک میکنه که مریضا ما راحت تر باشند از نظر قضا، از نظر راهایش. برای جمعیت 34 میلیونی افغانستان فقط 3 آزمایشگاه با امکانات ابتدایی در 3 ولایت کابل، هرات و ننگرهار وجود دارد، در حالی که پای این ویروس تا کنون به 21 ولایت افغانستان رسیده و 7 نفر جان باختند. این غم گذشتنیست، ماتم گذشتنیست، این غم گذشتنیست، غمی که معلوم نیست کی به پایان برسد و پای مردم را به بیرون باز کند. با خنده ها دوباره هوا. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. اما کرونا این روزها همه رو گرفتار کرده، از دانشمندان و ورزشکاران گرفته تا هنرمندان و نویسندگان. زندگی برای اونها و همینطور شما در قرنطینه چطور میگذره؟ روزهای خودتون رو چطور میگذرونید؟ خسته شدید و اینکه قرنطینه برای شما الهام بخش بوده؟ با افراد متعددی سعی میکنیم صحبت بکنیم در روزهای آینده. فعلا رضا دقتی، عکاس برنده جوایز متعدد بین المللی از پاریس با ما هستن. آقای دقتی، اول میخواستم از شما بپرسم که این روزها رو چطوری میگذرونید؟ حتما به قوانین یا به توصیه ها احترام میگذارید و خیلی نمیرید بیرون؟ خب طبیعیه که بعد از سلام البته خدمت شما و همه بینندگان، طبیعیه که این مسئله کاملا جدی هستش. من از همون اوائلش که مسئله صحبتش شده بود به خاطر ارتباطات خبری خیلی زود متوجه شدم که مسئله بسیار جدی خواهد بود و الان از مدت دقیقاً نزدیک یک ماه هستش که من در خونه هستم در پاریس. فرصتی هستش که با خانواده یک جا باشم،
این 40 سال گذشته تمام سفرهایی که من داشتم اصلا امکان این نداده بود که تا به حال اینقدر یک جا با خانواده یک جا باشم. برای بسیار از نظر شخصی فرصت خوبی است برای من، برای که همیشه فکر من این بوده که در بدترین شرایط هم که باشه باید فکر کن آدم ببینه که از اون بدترین شرایط چه چیز مثبتی رو میتونه پیدا کنه، چه نگاهی میتونه داشته باشه که مفید باشه. وقتی بحران شروع میشده معمولا شما میرفتین عکس بگیرید و راوی دست اول ماجرا باشید، خیلی نزدیک باشید. فکر میکنم این یکی از معدود مواردیه که به جای اینکه شما برید بیرون خونه موندید. میدونید اولا خیلی مقایسه بسیار خوبی کردید، برای اینکه به نظر من کرونا واقعا یک جنگ هستش. شباهت‌های خیلی عجیبی با تمام جنگ‌هایی که من دیدم داره. فقط جنگ بی صدایی هستش و یک تفاوت‌هایی هم داره، برای اینکه همه رو میتونه بکشه و هیچ کسی ازش مسئول نمیتونه باشه، اما باز آدم‌های فقیر رو بیشتر میکشه. به هر حال از نظر این مسائل خیلی من بهش فکر میکردم، اما وقتی که در جنگ های دیگه من میرفتم تنها بودم و اگر خطری بود فقط خطرش خطر جانی برای من پیش میمد. درست که تو این شرایط من اگر برم عکاسی بکنم بیرون و دائم برگردم خونه، یک مو خطراتی برای افراد خانواده مستقیم داره از این نظر. و به غیر از اون من فکر کردم که هر جنگی برای خودش یک نوع پوشش میخواد، یک نوع کار لازم داره. و خیلی از دوستان رو تو کشورهای دیگه من تا اونجایی که اونا امکانش رو دارن تشویق میکنم، باشون در ارتباط هستم، راهنمایی میکنم که برن عکاسی بکنم. به همه دوستایی هم که فارسی زبان که میشنون، چه ایران چه افغانستان چه تاجیکستان، هر دفعه من این هستش که تا اونجایی که میتونید از همون شرایط اطرافتون عکاسی بکنید، برای اینکه این دوران یک دورانی هستش که امیدوارم که هیچ وقت دیگه وقت و سن هیچ کدوم ما تکرار نشه. آقای دقتی، عکاسی به نظر ساده میاد ولی بسیار فنیه، بسیار پیچیده است، نگاه خاصی میخواد. تا جایی که من میدونم در این زمینه یکی از کتابهایی که نوشتید رو این روزها گذاشتید در دسترس عموم. بله، خیلی وقت بود که من دلم میخواست که سالها بود با فارسی زبانان هم در نظر کتاب هم یک دون ارتباطی داشته باشم و الان این کتاب رو که این روزها بیشتر مردم هم در خونه هستن روی پست اینستاگرام خودم که شاید توی صحنه باشه یا توی سایت شما بتونید بگذارید، صفحه اینستاگرام من رضا فوتوگرافی به انگلیسی هستش، و کتابم رو به رایگان گذاشتم که این در مورد مسائل تکنیکی عکاسی نیست، در مورد در حقیقت میشه گفت تمام افکار فلسفی یا فکری که دوربر یک عکس هست، بعدش زمان گرفتنش و قبل از و بعدش حتی. و از این نظر هستش که این کتاب به نظر من اونجوری که همش که شنیدم بعضی از دوستانی که این رو گرفتن دانلود کردن خیلی خوشحال هستن از کتاب. این یک از کارهایی بود که من توی مدت تونستم برای دوستان بکنم. داشتید توضیح میدادید، ما صفحه اول کتاب رو نشون دادیم که عکس یک دخترک کوچیک بود. من بازم تکرار بکنم، رضا فوتوگرافی آدرس آقای دقتی هست بر روی اینستاگرام، اگر خواستید این کتاب رو ببینید حتما میتونید مراجعه بکنید. خیلی خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، هیچ عکسی الان دارید که نزدیک باشه به فضای امروز بخواید توصیف بکنید یا مراجعه بدید ما رو مثلا در صفحه اینستاگرامتون؟ همینطوری. خب من 1,600,000 تا تو آرشیوم عکس دارم توی 40 سال، اما یک عکسی به نظر اومد در یک کلینیک آفریقای جنوبی بود، اون سالهایی که آپارتاید بود و پلیس ها به طور بیرحمانه همه تظاهرات کننده را میکشتند، و یکی از این مرده ها یه مقدار پنبه رو صورتش گذاشته بودن، عین ماسک شده بود. و من الان هر وقت که
مردم با ماسک میبینم یاد اون عکس آفریقای جنوبی میفتم. ممنونم از رضا دقتی. کتاب آقای دقتی اسمش هست چشماندازی دیگر، راوی رضا دقتی، که میتونید اون رو دریافت بکنید. سپاسگزارم از شما از اینکه وقتتون رو به ما دادید آقای دقتی. اما همایون خسروی نوازنده ایرانی ویلیونسل بعد از دوره بیماری در لس آنجلس درگذشت. او نوازنده بسیاری از آثار موسیقی پاپ و کلاسیک ایرانی بود. نوای ویولونسل او در آثار به یاد ماندنی سینمایی و تلویزیونی مثل گوزنها، قیصر، گاو و سریال سلطان و شبان گوشنواز است. او از نوازندگان آلبوم شب، سکوت، کویر هم بود. فرج بالافکن گزارش می‌دهد. من اسمم همایون خسرویه، صحبت می‌کنم با فرج. یک دو سه. سه سال پیش با همایون در مقابل منزلش در لس آنجلس به گفتگو نشستم. همان صفا و سادگی همیشه رو به همراه داشت و اینکه سرآغازش چه بوده. من وقتی که از هنرستان موسیقی شروع کردم به فراگیری ساز ویولونسل به صورت علمی، وارد وادی موسیقی شدم و اولین موقعیتی که برام پیش اومد در سن 14 سالگی بود. رفتم به رادیو میدون ارک، در یه ارکستری بود به نام ارکستر بزرگ که ایرج گل سرخی و فریدون شهبازیان عهده‌دار اون ارکستر بودن و بسیاری از نوازنده‌هایی که الان نام‌های بزرگی هستن در ایران در اون ارکستر نوازندگی می‌کردن. و در از شروع کار من در ارکستر و فعالیت‌های دست جمعی خارج از مدرسه، یعنی کنسرواتوار، رادیو بود. به قول خودش از فیلم قیصر تا گوزها با اسفندیار منفردزاده و صدها فیلم دیگر از جمله گاو با پروفسور هرمز فرهد و دیگران از جمله وارژان، بابک بیات و صدها آهنگساز برجسته دیگر کار کرده بود. پرواز اعتماد را با یکدیگر تجربه کنیم، وگرنه می شکنیم بالهای دوستیمان را. در سالهای اول انقلاب اسلامی که موسیقی به محاق میرفت، باز نوای دلانگیز آرشه همایون بود که شعر و موسیقی را زنده نگاه می‌داشت. در بسیاری از نمایش‌ها مثل مرگ یزدگرد سوم اثر بهرام بیضایی تا سریال‌های تلویزیونی، آرشه او روی ویولونسل ملودی را در خاطره تماشاگران ثبت می‌کرد. هجرت بی بازگشت همایون خسروی بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر را در بهت فرو برد، چرا که به قول یکی از دوستانش در جان آهنگ هزاران خاطره بود و هست و ادامه خواهد داشت. ممنونم از همراهی شما با این برنامه 60 دقیقه. شب و روز بر شما خوش.
خانم دارل؟ چرا اینقدر خوشحالین؟ عزیزم، چون دیگه تو این سن هیچی و هیچ کس منو آشفته نمی کنه. وایسه، این صدای چی بود؟ صدای مرغ؟ نه، صدای مرغ نبود. یه نفر اون خر رو از خونه دور کنه.